سلام دوستان عزیز، امیدوارم هر جای دنیا که هستین دل شما شاد باشه و لب شما خندان باشه. خیلی خوش آمدین به یک ویدیوی آشپزی دیگه از کانال مه. در این ولاگ خواستم که طرز تهیه نی کباب که من همیشه به مهمونی ها آماده می کنم و تقاضای خیلی از شما ها بود با شما به اشتراک بگذارم. دیگه بعضی غذاهای دیگه هم من امروز آماده می کنم. امروز ویکنده، سیرت جان به خونه دیگه، از خاطر خواستم که و از فرصت استفاده کنم همین رقم که نی کباب آماده می کنم رسیپی رو با شما هم به اشتراک بگذارم. مواد لازم ما آماده کردم طبق این رسیپی که من بری شما آموزش میدم عزیزان. عالیه بری مهمونی ها و یا هم روزهایی که غذای خانواده خو یک جا هستین، واقعا عالی میشه که از این نی کباب آماده کنیم با طعم شگفت انگیز و بسیار خوشمزه. عزیزان دیگه من مواد لازم بری شما معرفی میکنم و پیشنهاد میکنم که این بار اول بری اعضای خانواده خو و هم به مهمونی خو آماده کنین. ولاگ مر تماشا کنین. خوشحال میشم که اگر ویدیو مر دوست داشتین جهت حمایت ویدیو لایک کنین و با دوستان خود هم به اشتراک بگذارین. موادی که نیاز داریم دوستان خوب، دو عدد سینه مرغ بزرگ که من اینا به شکل مکعبی ریزه کردم به این صورت. مواد بعدی که نیاز داریم پیاز، بانجان رومی و فلفل دلمه‌ایه. کنارم باید به شکل مکعبی ریزه کنیم. مواد بعدی که نیاز داریم یک عدد پیاز بزرگه که به شکل خلالی می ریزه کردم. نیاز داریم به دو قاشق غذاخوری مایونز. نیاز داریم به 3-4 حب سیر رنده شده. نمک به میزان لازم. پودر فلفل سیاه نصف قاشق چایخوری و کرشت پپر که کاملا دلخواه سر قاشق چایخوری. یک دونه لیموی تازه نیاز داریم، مقدار فلفل دلمه‌ای، زعفران و روغن. ولی این کاری که انجام میدیم قبل از اینکه مواد آخر اضافه کنیم، زعفران اضافه میکنیم، هیچ مواد دیگر اضافه نمیکنیم. اولین مواد زعفران که اضافه میکنیم. خب بعد از اینکه زعفران اضافه کردیم اینا رو خود همدیگه مخلوط میکنیم. یک غذای کاملا مجلسی و خوشمزه‌ایه. اگر تا حال درست نکردین حتما یک بار امتحان کنید. بعد از اینکه زعفران اضافه کردین و مخلوط کردین سر ظرف بسته میکنین و اینا رو به مدت نیم ساعت خود زعفران میگذاریم تا که مزه بگیره. حتما این کار انجام بده. خب دوستان تا که اینا استراحت میکنه بانجان رومی و پیاز خود فلفل دلمه ایر ما فعلا نیاز نداریم. سر این ظرف بسته میکنم و فعلا به ته یخچال میگذارم. پیازارم به ته یک ظرف سر بسته میکنم به ته یخچال میگذارم که میکروب نگیره. بعد از نیم ساعت دیگه تمام مراحل برای شما نشان میدم. نیم ساعت گذشته به این مرحله موادایی که آماده کردیم اضافه میکنیم. خب بعد از اینکه نیم ساعت گذشت مواد بعدی که اضافه میکنیم عزیزان روغنه. روغن اضافه میکنیم. در خود همدیگه مخلوط میکنیم. بعد از اینکه اینا خود همدیگه مخلوط کردیم مواد بعدی که اضافه میکنیم پیاز اضافه میکنیم عزیزان همراه با فلفل دلمه ای، سیر رنده شده، مایونز، نمک، پودر فلفل سیاه، کرشت پپر و در آخر هم آب لیمو تازه اضافه میکنیم. وقتی تمام مواد اضافه کردیم اینا خود هم دیگه مخلوط میکنیم.
تمام مواد خود هم دیگه مخلوط کردم. به این مرحله کبابا خود میگذاریم که مارینیت بشه. اگر شما وقت داشتین حتما یک شب قبل اینا رو مارینیت کنین، خصوصا به مهمونیان خو، و فردای اینا رو پخته کنین، خیلی عالی میشه. ولی اگر وقت نداشتین حداقل باید 3-4 ساعت اینا مارینیت باشه. مواد کوفته من قبلا آماده کردم، البته یک ساعت پیش آل اینا رو از یخچال بیرون کردم. دیگه به این مرحله اول مایم ساس کوفته رو آماده کنم. من قبلا از کوفته ویدیو درست کردم، رسیپی رو به کانال ما هست، اگر دوست داشتین طبق رسیپی ما آماده کنن، لینک ویدیو رو برای شما در قسمت دسکریپشن باکس گذاشتم، حتما درست کنین و از خوردنی در کنار عزیزا خود لذت ببرین. خب دوستان، تا که پیازا سرخ میشه من به این مرحله میام که کوفته ها رو سرخ کنم و آماده کنم، همچنان کباب گوشت گوسفندم امروز میام درست کنم. دیگه اینا گذاشتم که پخته بشه که مراحل بعدی رو انجام بدم. خب حال میام که مواد کوفته رو سرخ کنم. ساس دیگه ما حال حرارت کم میکنم که ساس آماده بشه. ادویه ها و آلو بخارا و اینا رو اضافه کردم طوری که شما دیدین، تا که ساس جوش میخوره و آماده میشه من کوفته ها رو سرخ میکنم. خب دوستان، کوفته ها هم آماده شد. من زیادتر از این کوفته ها سرخ نمیکنم. دیگه وقتی که مواد ساس چند دقیقه جوش خورد آماده شد، باز کوفته ها رو اضافه میکنم. ببینیم عزیزم، از این بیشتر من سرخ نمی کنم.
خب دوستان، این هم از گفته ها. دیگه حالا مینارد میگذارم که آماده بشه. به مرحله آخر باز نخود پخته شده هم اضافه میکنم. فعلا سر دیگه بسته میکنم و حرارت کم میکنم. بعد از گذشت 4 ساعت نیکبابای ما مرینیت شده و آماده شده. به این مرحله مواده این که من از قبل آماده کردم اینا را از یخچال بیرو کردم. خب به این مرحله دوستان عزیز ما نیاز داریم به نی که می نیار از فروشگاه گلوبال فود خریداری کردم و همچنان تره آب شده و زعفران. یک نکته برای شما یادآور بشم که شما در پختن نیکباب دو انتخاب دارین. اگر ما این که نیکبابا خود به صورت سالم پخته کنین، میتونین که اینا رو به تر داش بگذارین و اگر نخواستین میتونین همین رقم به تر روغن هم سرخ کنین. دیگه من امروز مایم که به تر داش آماده کنم. من سینی فر از قبل آماده کردم، کاغذ آلومینیوم فویل گذاشتم برای که سالم تر باشه. مایم به تر داش پخته کنم. داش رم به درجه 450 درجه فارنهایت 20 دقیقه پیش روشن کردم. خب اولین کاری که میکنیم دوستان عزیز، یک دونه سینه مرغ میگیریم، یک دونه فلفل دلمه ای، دوباره سینه مرغ، فنجان رومی، و دوباره سینه مرغ و یک دونه دیگه هم سینه مرغ رو بسیخ میکنه. به این صورت دوستان عزیز به همین رقم نی کبابا خور آماده میکنه. یک ایده خیلی خوبه دوستان عزیز به مهمونی ها شما که میتونن از این نی کبابای مجلسی آماده کنن. دیگه واقعا طعم عالی داره دوستان. من همیشه به مهمونی ها خود درست میکنم. خب به همین ترتیب عزیزان نی کبابا خور آماده میکنیم. بعد از اینکه نی کبابا رو به تر داش کودشتیم 10 دقیقه که گذشت دیگه زعفران و کره هم خود هم دیگه مخلوط میکنیم. برو نی کبابا خو اضافه میکنیم که هم نی کبابا شما نرم میکنه هم خوش طعم میکنه. حتما این کار انجام بدیم. خب دوستان، یم از نی کبابا که من اینا آماده کردم. دیگه به این مرحله موادی که بروی نی کبابا اضافه میکنیم که زعفران خود کره، اینا رو هم به یک جا میکنم و آماده میکنم. کره آب شده و زعفران دم کشیده. موادای ما آماده شد دوستان عزیز. من نیکبابا رو به تر داش میگذارم. 10 دقیقه از پخت که گذشت به مرحله بعدی زعفران خود کره ایر که آماده کردیم اینا رو به روی نیکبابا اضافه میکنیم. این مواد باعث میشه که نیکبابای شما خوشمزه و خوشتم و نرم بشه. حال من نیکبابا رو به تر داش میگذارم. داشم گرم شده عزیزان. حال من کبابا رو میگذارم به تر داش. نی کباب رو به تر داش گذاشتم. کباب گوشت و گوسفند هم آماده شده. کوفته ها هم نزدیک پخته. به این مرحله من حال نخود پخته شده رو هم اضافه میکنم. خب من نخود پخته شده هم اضافه کردم. حال اینا رو میگذارم که چند دقیقه دیگه هم جوش بخوره و کوفته ها هم آماده میشه.
هم از باغچه ما عزیزان که من قبلا ویدیو درست کردم. دیگه امروز میام که اولین حاصل باغچه که ای ریحانه اینار بیچینم، خود کاهو، شوید. دیگه اینا هم عزیزان فلفل هم گل کرده، خود بانجان رومیا. دیگه ما امسال باغچه زیاد درست کردیم، اون طرف هم کلن هر چی که کش کردیم دوستان عزیز، دیگه نزدیکه که بخیر به حاصل بیایه. دیگه امروز میام که ریحان بیچینم. اولین حاصل زحمتی که ما کشیدیم. ببینین دوستان، ارگانیک و تازه. ما امسال زیاد سبزیجات کش کردیم دوستان خوب، که چند تا ویدیو رو من با شما به اشتراک گذاشتم. یک ویدیو دیگه هم دارم که از باغچه هایی که ما آماده کردیم، اونم ما ویدیویی با شما به همین زودی به اشتراک بگذارم. دیگه انشالله بخیر هر وقت که تمام سبزیجات و میوه‌جاتی که ما کش کردیم با حاصل آمد، حتما ویدیو میگیرم. از نعناهای ما که آماده چیندن شده و کاملا رسیده. دیگه ای طرف ما کلن بانجان رومی و بادمجون و سبزیجات دیگه کش کردیم. طوری که میبینین عزیزان اینا گل کرده. هر وقت با حاصل رسید حتما ویدیو میگیرم. خب من کمی هم نعنا بیچینم بری امروز. دوستان به اندازه امروز من نعنا و ریحان چیندم. بعد از گذشت 10 دقیقه من ای کبابا رسته داشت بیرون کردم که این موادار به روی اینا اضافه کنم. مواده ای که از قبل آماده کردیم که کره و زعفران بود، اینا رو به روی نی کبابا اضافه میکنه. خب من حالا دوباره نی کبابا رو به ته داش میگذارم. خب دوستان ایم از نی کبابا که آماده شد، من این رسته داش بیرون کردم. دیگه حال جای شما خالی، غذا سرو میکنم.